بسم الله الرحمن الرحیم. پادشاه ایران هرمزان حرکت کرد، آمد بیاد دیدار خلیفه مسلمانان در مدینه منوره در شبه جزیره عربستان. حرکت کرد، بهترین لباس، بهترین پوشاک، تخت و تاج و بهترین مرکب مزین با بهترین زینت آرایش طلایی اون زمان سوار کرد. به اصطلاح خودش سوار شد که من برم روی فرمانده مسلمان رو کم بکنم، عمر رو روش رو کم کنم. برای رو کم کنی حرکت کرد، بهترین تاج و تخت و فلان حرکت کرد که شوکت و مکنت و قدرت و ثروت خودش را به رخ فرمانده کل قوای مسلمین بکشونه. آمد مستقیما وارد شهر مدینه شد با کبکبه و دبدبه و گارد ریاست جمهوری و محافظ و بسیج و فلان. آمد وارد شهر مدینه منوره شد، مستقیما سراغ منزل عمر فاروق فرمانده مسلمین رو گرفت. دید آن حضرت در خانه حضور ندارن، گفتن تو مسجد هیئتی از کوفه آمده با اونها ملاقات داره. حضرت عمر رضی الله عنه این زمان فارغ شده بود، در گوشه ای از مسجد خوابیده بود. آمد گفت که گفتن عمر کجاست، امیر المؤمنین کجاست؟ گفتن هوزا. خب گوش بدید اینجا، حواستون اینجا باشه. گفت هوزا، گفت همون آقایی که میدید در تاریکی مسجد تنها خوابیده، عمر فاروق همونه. گفت همون اهو آیا عمر فاروق همینه؟ عمری که دنیا داره ازش میلرزه، کسرا و قیصر و روم و ایران و فلسطین و فلان شام همه جا میگه عمر دیوانه میشن، عمر اینه تنها خوابیده بدون کس. گفت عمر همینه. گفت لیس لهو حارس ولا کاتب ولا دیوان، کو گارد ریاست جمهوریش، کو بسیجش، کو سپاس، کو نیروی انتظامی، کو گلوله به دستا. گفت لیس له، هیچ کدوم از اینا نیست، هیچ کدوم نداره. سر صدا و ولوله پیچید. حضرت عمر رضی الله عنه بیدار شد، گفت چه خبره؟ گفتن هرمزان آمده، پادشاه ایران آمده. گفت پادشاه ایران هرمزان؟ گفت بله. گفت الحمدلله الذی، سبحان الله، رقابت اینجا رو ببین. گفت الحمدلله الذی، اول گفت اعوذ بالله من الشیطان، پناه میبرم به خدا از شر این شیطان. سبحان الله الحمدلله الذی اذل هذا و اشیاء، خدا را شکر که افرادی مثل این را و اتباع و دوستداران اینها را ذلیل و پست و خوار زبون کرد. یا معشر المسلمین تمسکوا بهذا الدین فانه هدی نبیکم، ای مردم به این دین چنگ بزنید که این هدیه رسول پیامبر شماست. به خدا قسم الله عزوجلال توسط این دین شما را عزیز خواهد کرد، شما را با عظمت خواهد کرد، شوکت دنیا و آخرت را به شما خواهد داد، ولی اینها ذلیلند و پستند. گفت های عمر، این هرمزان آمده برای ملاقات تو، تو چی داری میگی؟ گفت به خدا قسم تا زمانی که ذره ای از تلاجات و زیورات دنیوی بر سر و تن داشته باشد کلمه ای باش حرف نخواهم زد، برو گمشو بیرون. شوخی نیست، سرور اقبال علیکی که نمیگه سروری در دین ما خدمتگریست، عدل فاروقی و فقر حیدریست. آن مسلمانان که میری کردن در شهنشاهی فقیری کردن، هر که عشق مصطفی سامان اوست بحر و بر در گوشه دام. بیچاره گونی پوشی، شوخی نیست، گونی پوشید، آمد دو زانوی جلوی فرمانده مسلمانان زانوی زد. هاد آن معظم فاتحان دین پرست و نامور، چون به تسخیر جهان بستن از همت کمر، از مشان را